حال از منوی اینزرت رستر ایمیج گزینه تصویر رشت آیکون 3 انتخاب اینزرت. ما توصیه ما این می باشد که شما بدین نحو عمل کنید. می توانید به صورت اول نیز عمل کنید، به این نحو هم میتونید عمل کنید. مهم همپایانی یعنی نتیجه کار میشه. شما میتونید به طرق مختلف انجام بدید ولی نتیجه کار باید صحیح باشد و مطابق روش درست و استانداردی باید عمل کنید. در واقع علامت تیک اسپیسیفان اسکرین و اسپیسیفان اسکرین مربوط به مختصات و مقیاس رو میزنیم، یعنی در این مرحله هیچ گونه ابعادی و اندازه‌ای و هیچ گونه مختصاتی برای تصویرمون یا عکسمون یا نقشه‌مون تعریف و مشخص نمی‌کنیم، اوکی می‌کنیم. بعد وقتی اوکی می‌کنید مختصات و اندازه تصویر اختیاری میباشد. میتونیم به یک نقطه کلیک می‌کنیم، بعد با حرکت موس می‌بینید که اندازه متغیر، نه اندازه‌ای که خیلی بزرگ باشه، بیارید و اندازه رو در حد این که نکلیک می‌کنید تصویر میاد. بعد ویو 3D ویو تاپ. پس وقتی که گزینه رو چیز کردید، اوکی کردین، یک گوشه رو کلیک می‌کنید، بعد موس رو حرکت می‌دید و یک گوشه دیگه کلیک می‌کنید. در این صورت یک تصویر یا عکس یا نقشه‌مون وارد محیط اتوکد لایه صفر میشه و ولی مختصات آن و ابعاد آن درست نیست. حالا برای اینکه مختصات رو و ابعاد آن رو به اصطلاح تبدیل به واقعیت زمینی کنیم، به چه صورت عمل میکنیم؟ ما برای تبدیل به مختصات یا ابعاد حقیقی یک روش این است که یکی از محورها رو در نظر بگیریم، ابعادش. فرمانی هست به اسم dimension که ابعاد، این فرمان انتخاب میکنید. فرمان های پایین برای مدیریتشون در استفاده در مدیریت بسیار مهم است. از فرمان هایی که مهم او اسنپ که کار آن انتخاب نقاط